قبل از اینکه به موضوع چالش هایی که جوامع همسان خاور میانه در ملت سازی روبرو هستند بپردازیم، خوب است که در مورد مشکلاتی که در این راستا در ملت سازی ایران با او مواجه است، مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، بحث کنیم. هرچند انقلاب اسلامی یا ایدئولوژی انقلاب اسلامی تبعیض نژادی و قومی را نمیپذیره و حقوق و آزادی های فرهنگی و سیاسی را که باعث ایجاد هویت ملی و یک پارچه سیاسی شوه ای را میپذیره که باعث از این شوه که نظام مستحکم شوه و بحران های قومی با وجود نیاید. این از اهداف ایدئولوژی اسلامی هست که مردم به زیر یعنی به یک هویت ملی مشترک دین در اون نقش اساسی داره برسه. اما در ایران ببینیم که ایران که بعد از انقلاب اسلامی در مسائل قومیتی کردها روبرو بود و همی قسم در ایران اقوام دیگری مثل عرب ها زندگی می کنند و تعداد اقلیت قابل حساب هستند و همی قسم اقلیت های مذهبی دیگری هست. اینا همه چیز هاییست که دولت یا جمهوری اسلامی ایران که به مبنای مذهب اهل تشیع است و نسبت به هم اقلیت های قومی و هم اقلیت های مذهبی سخت گرتر است، این اقلیت ها در راستای یک پارچه سازی ملی برای ایران یک مشکل محسوب میشه. اما بعد از انقلاب اسلامی که جنگ با عراق آغاز شد، لحاظ هایی باعث شد که اختلافات قومی یا او چالش های قومی که در برابر ایران است او سکوت مسکوت باشه و علنی نشوه و زیاد آشکار نشوه. مسئله دوم دیگری که در وضعیت ایران در راستای ملت سازی به روش های نوین تأثیر داشت، این سیاست های ملت سازی در کشورهای همسایه است. مثلا میبینیم که در کشور همسایه ایران افغانستان که بعد از سقوط طالبان توسط امریکایی ها و امریکایی ها میخواستند که در اینجا یک نوع دموکراسی شکل غربی را بیارن و دولت ها دولت افغانستان هم بر همین معیار تشکیل شد که در اونجا مبنای قومیت یا اشتراک اقوام و تا اشتراک شخص اشخاصی که معروف تر و مشهورتر بودن یا گروه های قومی و مذهبی، اینها برای مبنا حکومت های در افغانستان تأسیس شد یا دولت های با وجود آمد، مثل که ما دیدیم در دوره اول انتقالی رژیم که زیر رهبری یا تحت ریاست حامد کرزی که در اونجا هم شخصیت ها در دولت حصه داشتند که در قرار دادی در جلسه بون اشتراک داشتن و هم شخصیت های اقوام و مذاهب دیگری و بعد از اون انتخابات هم که صورت گرفت، اما با اساس روش های نوینی که در غرب برای ملت سازی بود، یعنی در نتیجه انتخابات کسی موفق می شد بر قدرت می آمد یا ریاست دولت هم می داشت، می دیدیم که با چالش ها مواجه شد و باز هم سازش ها در بین نیروها مؤثر با وجود داشت و یعنی انتخابات
نتیجه انتخابات حرف اولی را نمی گفت. و بعد از دو دوره انتخابات دوران حامد کرزی که در اوایل بود و بعد از دوره دوم انتخابات بین اشرف غنی و دکتر عبدالله صورت گرفت و جان کیری آمد و با فیصله کرد و قانون اساسی پشت پا گذاشت، یعنی در اینجا ها نوی از امریکایی ها نوی بخواستن از دموکراسی را یا روش های دموکراسی را برای ملت سازی پیاده بکنن، هرچند در این روش ها ناکام ماندن و به اصطلاح شرم سار و گردیدن در دوره هایی که انتخاباتی که در افغانستان صورت گرفت و انتخابات هم بدنام شد و مردم هم در این دوره آخر بسیار به تعداد کمی و فیصد کمی اشتراک کردند. خب به هر صورت یک نوع رقابتی موجود بود و یک نوع خواست ها و اراده های از این بود که باید به رژیم، نظام، توسط انتخابات، رأی مردم و غیره، و رأی مردم هم باید شفاف باشه، چنین و چنان باشه صورت گرفت. همین قسم در ترکیه میبینیم که با وجودی که ترکیه هم یک رهبران ترکیه یا حزبی که بر سر اقتدار هست یک حزب اسلامگرا هست، و در اونجا میبینیم که یک نوع آزادی های ترتیبی که تذکر دادیم برای شمولیت در اتحادیه اروپا، معیارهای شمولیت که عبارت از حقوق شهروندی و حقوق انسان و حقوق بشر و اینها باید مراعات شوه و در قانون اساسی هم تغییراتی آوردن، و در ترکیه هم طوری که تذکر رفت حتی ارتشش که همیشه حکومت ها در ترکیه در رهبری میکرد اینا مخالفت نکردن. این وضعیت هم یک چالش برای ایران است و در ایران هم این افکار موجود است. مثلا مخالفینی دارند در بیرون، مخالفین قوی دارند که تنها و مخالفین نمیشه و که دولت و برچسب های طرفدار شاه یا برچسب های طرفدار کمونیسم یا چیزهای دیگری بودند که مردم ایران را قبول کنند. لحاظا تبلیغاتی هم علیه رژیم ایران و اقتدارگرایی و اینا وجود دارد، یا میتونند که بالای رژیم ایران تاثیر بکنه و رژیم ایران یک ملت یک پارچش متاثر شود و با دولت و ملت سازی که در نظر است برسم. از طرف دیگه تاثیر ارتباطات هم هست که امروز گچ اینترنت هست و کانال های هست، هرچند ایران تلاش کرده که جلوی از اینا را بگیره، اینا هم در یک نوع تبلیغات علیه رژیم در ایران صورت میگیره که هم دولت و حکومت به چالش کشیده. حتی در خود داخل نظام هم به نام طرفدارای میانه روی و افراطی‌گری در خود رژیم هم موجود است و این مخالفه را حکومت ایران، حکومت امریکا مخالف های ایران و همکاری میکنه، کمک میکنه و اونها چالش های زیادی را سر رای رژیم اسلامی ایران میگذارند که در راستای ملت سازی نتانه گام های موثری برداره. بر علاوه از اینکه ایران امروز در تحریم دولت های امریکا یا همکاران امریکا قرار داره که ایران متوجه او مشکلات کوتاه مدت خود است از لحاظ اقتصادی، سیاسی و از لحاظ اجتماعی که نمیتونه به این زیربینایی یعنی ملت سازی بیشتر فکر کنه و کار انجام بده. هرچند ایران یک ملت قدیمی هست و یک تاریخ قدیم داره و با این تاریخ قدیم یعنی میتونه که اگر مخالفت نشوه، معانی ایجاد نشوه،
در راستای ملت سازی گام های موثری را بردارم. حالا با این صحبتی که شد، یک در مورد خاور میانه و ملیگرایی که مبنای دولت ملت سازی در جوامع غربی بود، در جوامع غربی ملیگرایی در بستر خود جامعه با پیش رفت، در اونجا یعنی تقاضاهای های خود جامعه بود که در بطنی از او به تدریج حرکت کرد و پیش رفت و دولت ملت ها ساخته شد، قوانین اساسی ساخته شد و مراعات شد، پیشرفت صورت گرفت و اگر شهرنشینی هم صورت گرفت، همگی با تدریج و با تعنی صورت می گرفت. اما ملیگرایی به طور کل در جوامع خاورمیانه یک مفهوم یا یک پدیده وارداتی بود که در غرب اصلا ملیگرایی بدون دخالت خارجی صورت می گرفت، اما در اینجا با دخالت خارجی و استعمار تاثیر زیادی داشت که بسیاری وقت خود استعمار مانی از ملت سازی در کشورهای مستعمره یا می شود، یعنی در فرایند ملت سازی امو شرایط که در غرب مهیا شده بود اون شرایط با وجود نمی آمد در کشورهای مستعمره که با شکل دموکراتیکش صورت بگیره. در خاورمیانه به طور کل دو جریان بزرگ برای ملت سازی با وجود آمد که یک جریان از بزرگ ملی گرایی بود که ملی گرایی لیبرال گفته می شد. ملیگرایی لیبرال و دیگر جریان دومی راستای دولت ملت سازی ملیگرایی اسلامی یا پان اسلامیزم یا به اصطلاح گاهی اسلام سیاسی و یا اسلام بنیادگرایی هم گفته می شود. ملیگرایی لیبرال همون ملیگرایی است که روشنفکرای عربی ایرا از غرب گرفتند و ایم در برابر همی بود که وقتی در دوران استعمار ملت های عربی یا کشورهای عربی در جنگ هایی که صورت گرفت موفق نبودن، شکست خوردن و در عین حال که شکست خوردن با تمدن غرب برخورد داشتن، تماس پیدا کردن و همین قسم وقتی که امپراتوری عثمانی که اکثر دولت های عربی یا کشورهایی که امروز به نام کشورهای عربی یا دولت های عربی یاد می شوند از ایالت های عثمانی بودند و عثمانی ها که امپراتوری عثمانی یا دولت عثمانی یا خلافت عثمانی که رو به شکست گذاشت از توسط غرب، این مردم فکر کردن که خب البته تمدن غرب چیزهایی داره که باعث موفقیت شده، لحاظا اینا شیفته یا علاقمند تمدن غرب شدن و از طرف دیگه خواستن که این عقب مانی شانه و این شکست ها شانه و نتایجی که در نتیجه این شکست ها اینا از اون متاثر شدن یارا با توسل با آمو یا با دست بردن یا با آموختن از اون مظاهر تمدن غربی که باعث پیروزی از اونها شده جبران کنن. این اصلاحگرانی که با وجود آمدن تلاششان همی بود که مظاهر تمدن غرب را بگیرن و از اون مظاهر در ملی گراییشان استفاده کنن، یعنی روشن فکرای غربگرا علاقمند تمدن غرب شدن، تمدن غرب میپسندیدند و از او تقلید میکردن. مثلا آزادی به شکلی که در از این مظاهر تمدن غربی یک اعلان آزادی هست، اونا آزادی را که به شکلی که در غرب بود تقاضا داشتن که باید این آزادی ها باشه و همین قسم
قانون میدیدند که در به فکری ازی بودند که قانون در غرب حاکم است و همگی در برابر قانون مسئول است، باید است قانون هم در خاوری میانه در کشورهایشان به امو قسم تطبیق شود، به وجود آورده شود، یعنی قانونی از اینا هم مانند قوانین غربی باشه و چیزایی را که در غرب اونا به نام قانون پذیرفتن اینا هم باید بپذیرن. و اینا به این فکر نبودن که خوب قانونی را که در غرب آمده بر مبنای امو گذشته های تاریخیشان یا وضعیت جغرافیاییشان یا ارزش های فرهنگی و ملیشان هست که قانون ساختن و اینا میخواست عینی همو قانون کاپی کنن و او را باعث ترقی میشمردن. از این بیمی نداشتن که خوب اگر چنین قانونی در کشورهایشان بیاید با گذشته از اینها با گذشته های از اینها برخورد بکنه و در تضاد واقع شود. و همین قسم چگونه ملت در غرب با وجود آمد و با همو این هم باید صاحب ملت شوند و دولت چه وظایفی را دارد، چگونه است، چه شکلی دارد، چه وظیفه دارد، چه مسئولیت دارد، چگونه ادامه پیدا میکنه. عین چیز برای کشورهای خودشان، ملتهای خودشان تقاضا داشتن. عین چیز بعد مثل پارلمان در اونجا می دیدن الا بالاخره تقاضا داشتن در اینجا مبارزات را که حکومت های شاهیشان به حکومت های مشروطه بالاخره به جمهوریت بالاخره به دموکراسی و به چی اینها به انجامان اینا چیزهایی بودن که اینا می خواستن. از یک طرف، از طرف دیگه بر تاریخشان تکیه می کردن، به گذشته ملتشان تکیه می کردن و میخواستن که ملتشان همون ترتیبی که در گذشته بوده با وجود بیاید و به اساس یعنی ملتی باشن در کنار ملتهای دیگه با یک گذشته و که در داشتن در برابر ملتهای دیگه و تمدنهایی داشتن و با امو اساس بیاید، مثلا تمدنهای مثل دینهای آسمانی از این مناطق در این مناطق با وجود آمد، شروع شد و از کل دنیا را تمام دنیا گسترش پیدا کرد. زمان اینها سیطره داشتند از لحاظ فرهنگی، از لحاظ دینی، حتی غربی ها هم پیشواهای دینی پیامبرانشان از این منطقه از این مردم هستند. اینا میخواست به ای داشتن که تکیه بر گذشته بیارن، به ملی گراییشان برن. خب به هر صورت یک نوع ملی گرایی لیبرال بود که این ملی گرایی با موفقیت نانجامید، شکست خورد و استراتژی هایی را که اینا داشتن به ملی گرای لیبرال در خاوری میانه با وقوع نپیوست. نوع دیگری ملی گرایی که به خاطر ملت سازی و یک پارچه سازی ملی آمد، مسئله جنبش های اسلامی بود که اینا این جنبش های اسلامی بیداری یا احیای دینی که مسلمان ها را بیدار بکنه در برابر غربی ها، در برابر تمدن غرب، در برابر سیطره غرب بگذاره و این متاثر از در آغاز متاثر از افکار سید جمال الدین افغانی بود و بعد شاگردانی از او در مصر، ترکیه و جاهای دیگه اینا همی ترتیب با پیش میان تا یک جنبش های اسلامی به وجود میاد، جنبش های اسلامی رادیکال، غیر رادیکال و ای حتی از پاس خواری میانه فرا میگذاره. در این جنبش ها در آسیا و در جاهای دیگری هم با وجود میاد. این دو جنبش، جنبش پان اسلامیزم هم یا اسلامگرایی هم در راستای ملت سازی و یک پارچه سازی آنچه را که میخواست به دست نیاورد، با او نرسید. ولی هنوز هم این جنبش ها وجود داره، با همین افکار وجود دارند که ملت هایی را که اینا یک پارچه هستن، ملت ها را یک پارچه بسازن، دولت های که مسلمان یک پارچه شوند و در برابر پیشروی و سیطره غرب که را دشمن خود بپندارن، تمدن خود
حفظ بکنن، اما شان و شوکت گذشته خود داشته باشند و به عنوان ملت های یک پارچه با وجود بیان. اما متاسفانه که تا امروز اینا هم به این نتیجه نرسیدن. به هر صورت یک پارچگی فرهنگی و وحدت زبانی که جوامع عربی خاور میانه داره، در واقع اینا به استراتژی های ملی گرایانه یک پارچه ساز چندان ضرورت نداره و از این راستا کدام تحول خاصی در جریان ملت سازی در خاورمیانه با وجود نیامده است. خب البته فکر نکنیم که وقتی ما میگیم جوامع غربی یا جوامع عربی خاورمیانه اینا یک دین و یک زبان اینا دارند، در اینا مقالیت های وجود داره، مقالیت های مذهبی قومی که اینا دارند که او هم بستگی ملی، او وحدت هویت ملی یا یک پارچگی ملی را که تمام ساکنان این کشور را تحت تاثیر قرار بوده یا یک هویت ملی همگیر با وجود بیاره، یا را با چالش میکشانند این اقلیت ها، گاگای اینا را با چالش میکشانند. اما بعضی در بعضی از این کشورها دیده می شود، مثلا در کشورهایی که دولت های خاندانی اقتدارگرا حاکم هستند یا در دولت های مسلمان شمال افریقا، مثل تونس، الجزایر و غیره، در بسیاری از اینها دولت ها غیر مذهبی هستند، یعنی اقلیت های مذهبی احساس خطر نمی کنند. و همین قسم در مسئله زبان هم این دولت های خاورمیانه، مخصوصا دولت های عربی یا جامعه عربی، و این تلاش نمی کنند که مثل که ما در شوروی دیدیم، در روسیه دیدیم یا در جاهای دیگه دیدیم که زبان های اقلیت ها را بیرون کنند، حذف کنند. این سیاست رسمیشان نیست که اونا زبان های اونا را در زبان خودشان ادغام بکنن و به تدریج زبان ها از بین بروند. و همین دلایل هست که در جامعه های عربی که یک از لحاظ همسان هستند، وحدت زبانی دارند، وحدت فرهنگی دارند، وحدت دینی دارند، در اینجا ما بحران ها و تنش هایی را که مثلا حادی را که در سایر کشورها و مخصوصا در سایر کشورهای شرق میانه میبینیم، در کشورهای کثیر قومی میبینیم، به این اندازه بحران ها و هویت در این کشورها یا در بین جوامع وجود ندارم. و این معناست که در جوامع همسان و اینا ملت سازی و هویت سازی همون رای تاریخی خود تدریجی خود در پیش داره و اون مراحل میپیمایه و در اون مراحل به انجام میرسونه. یکی از عوامل اولیش قومیت است، زبان است و دین واحد است که اینا همگی در ملت سازی و در شکل گیری یک هویت سرزمینی مثل توسعه ارتباطات و صنایع مدرن، نفت، شهرهای بزرگ، ارتشهای قوی، دهی حکومت ها چه پادشاهی باشه، پادشاهی باشه نه حکومت های دیگه باشه، اینا ملت سازی را تقویت میکنن، نه اختلافات و تنش ها و بحران ها را کمتر میکنن. و غیر از این عواملی که یاد کردیم مثل توسعه ارتباطات و صنایع و غیره، عوامل دیگه هم است که در این کشورها دیوان سالاری یعنی بروکراسی هم رشد کرده و نظام آموزش ملی هم تقویت شده. اینا چیزهایی هستند که برای ایجاد یک هویت ملی، وفاداری ملی را با وجود آوردن. به هر صورت با وجود این خوبی هایی که در اینجا هست، این جوامع و مشکلات هم مواجه هستند که از او جمله خود ماهیت دولت ملی است.
ماهیت دولت ملی و بحران مشروعیت است و بحران مشارکت مردم است، چون اکثری در اینجا در این کشورها خاندان ها حکومت میکنه یا قبیله ها حکومت میکنه، اما ماهیت دولت ملی مدرن ایجاب میکنه که مردم حکومت کنه در اینجا، آزادی های سیاسی، آزادی های بیان، آزادی های دینی، فرهنگی اینها وجود داشته باشه و همین قسم مردم خودشان حکومت های خود بسازن، یعنی قدرت از خانواده ها و از اینها به مردم انتقال پیدا کنه، در واقع همو شرایط دموکراسی را مراعات شد، حقوق بشر، حقوق اقوام و قبایل و دیگرها به حساب گرفته شود. اینها مردم در تعیین سرنوشتشان مشارکت واقعی داشته باشند، حکومت و دولت مشروعیت داشته باشد و مشروعیتش از مردم بگیره چنانچه که در غرب میگیرند. خب همین قسم میبینند مردم که این گونه تحولات در سطح جهانی و در سطح منطقه وجود داره، رژیم های دموکراتیک هم یا رژیم هایی که دموکراتیک خوانده می شوند وجود دارند، رژیم هایی که حقوق بشر است. از یک طرف نسل جدیدی که در کشورها با وجود آمده، اینا طرفداری هستند که حکومت اقتدارگران نباشند، ساختار سیاسی این حکومت ها را با چالش جدی روبرو می کنند و یک طبقه متوسطی در این کشورها روز به روز رشد پیدا میکنه، تحصیل به یک درجه بهتری میرسه و طبعا این طبقه متوسط خواستش هم است که در نظام حضور داشته باشه، در قدرت شرکت داشته باشه، در سیاست شرکت داشته باشه، یعنی قدرت باید قدرت سیاسی ملی شود و او از خاندان ها و خانواده های سلطنتی و از حکومت هایی که با زور و اقتدارگرایی با ملت حکومت میکنن از اینا انتقال پیدا کنه با اونها، حقوق شهروندی و مراعات شود که در بسیاری کشورها هنوز شهروند تبع وجود نداره. دیگه چالش های جدید است که دولت های عربی همسان در راستای ملت سازیشان با او مواجه هستند و کار خانگی شما یا سمینار شما امی خواهد بود که موضوع سمینار ما اینجا نوشته میکنم و شما این موضوع سمینار که در مورد چالش های حکومت سازی در چالش های یک سمینار دارم است که چالش های چالش هایی که در راستای ملت سازی در جوامع کثیر القومی وجود دارد را بیان و راه مناسب بیرون رفت را تحریر نماید. همین قسم چالش های جدیدی فرا راه ملت سازی در جوامع همسان خاور میانه را به بحث بگیرید. این چیزا را این کار خانگی شما یا سمینارهای شماست، میتونید یک نفر یا چند نفر هر یکی از این مونا را
که انتخاب میکنید، مناسب ببینید انتخاب کنید و به شکل متفاوت بنویسید، کامیاب و پیروز باشید.